قرار شاهد یک تحول بزرگ در درمان سرطان ها باشیم. مبارزه با سرطان ها از یک معضل بزرگ و غیر قابل درمان به سادگی مبارزه با یک سرماخوردگی خواهد شد. شاید نه خیلی زود، اما زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم. سلام میکنم بهتون، خیلی خیلی به مجله سلامتی دکتر نیما خوش اومدید. من دکتر نیما هستم و تو این کانال نتایج تجربیات و مطالعاتم رو به صورت ویدیوهای آموزشی با شما به اشتراک میذارم. واکسن ها برای افزایش سلامتی و مبارزه با بیماری ها کمک بسیار بزرگی به انسان ها کردن. نزدیکترین نمونش واکسن کووید بوده که به یک بیماری که جهان انسان ها رو به زانو در آورده بود پایان داد. حالا یکی از همون شرکت هایی که در تولید واکسن کووید نقش داشت، یک واکسن درست کرده برای درمان سرطان. فعلا درمان سرطان ریه. سرطان ریه در بین سرطان ها بیشترین نقش در مرگ و میر انسان ها رو داره و سالانه 1.8 میلیون انسان رو به کام نابودی میکشونه. این واکسن جدید که توسط کمپانی بیونتک ساخته شده BNT116 نام داره. سرطان های ریه مدل های مختلفی دارن. این واکسن علیه مدل نان اسمال سل لانگ کانسر که شایع ترین مدل در بین سرطان های ریه است. یه فرق کوچیک راجع به این واکسن ها با چیزی که ما از واکسن توی ذهنمون داریم فرق میکنه و یه چیزهایش هم مشابهه. واکسن به صورت کلی چیزیه که برای پیشگیری از یک بیماری ساخته میشه، اما این واکسن ها برای پیشگیری نیستن و در کسانی کاربرد دارن که مبتلا به سرطان ریه شدن. پس از چه لحاظ بهش واکسن میگیم؟ از این لحاظ که با تقویت سیستم ایمنی با سلول های سرطانی مبارزه میکنه. یه خورده بیشتر توضیح میدم. اگر بخوام با یک مثال ساده سازی کنم، باید بگم که سلول های ایمنی ما مثل یک سگ پلیس هستن و پلیس آموزش دهنده اونها همون واکسنه. همونطور که یک سگ پلیس آموزش میبینه که یک بو رو دنبال کنه و بهش حمله کنه، واکسن هم همین کار رو با سیستم ایمنی ما میکنه. یعنی ما یک نمونه ضعیف شده یا کشته شده از یک بیماری رو به سیستم ایمنیمون معرفی میکنیم، بهش آموزش میدیم و بعد سیستم ایمنی خودش میگرده دنبال اون میکروب و از بین میبره. درباره این واکسن ضد سرطان هم همین اتفاق میفته. با روش‌های پیچیده آزمایشگاهی مولکول‌هایی که مخصوص سلول‌های سرطانی هستن رو به سیستم ایمنی آموزش میدن که شناساییشون بکنه و بهشون حمله بکنه بدون اینکه به سلول‌های سالم بدن حمله بشه و از بین برن، برخلاف چیزی که توی شیمی درمانی اتفاق میفته. در حال حاضر فاز اول آزمایش این واکسن در حال انجام شدنه در 7 کشور مختلف و روی 130 بیمار. فاز دوم باید روی حدوداً 300 نفر تست بشه و در فاز سوم روی حدوداً 1000 تا 3000 نفر. این واکسن از تکنولوژی mRNA یا RNA های پیام آور استفاده میکنه، همونطور که در بعضی گونه های واکسن کووید هم داشتیم. اما چرا میگیم که این میتونه یک انقلاب باشه؟ اولا به خاطر اینکه همونطور که گفتم این واکسن میاد سلول های سرطانی رو شناسایی میکنه و فقط به اونها حمله میکنه و به سلول های سالم حمله نمیکنه. در درمان های مثل شیمی درمانی، چون این درمان ها هوشمند نبودن، همه سلول های بدن رو تحت تاثیر قرار میدادن و عوارض بسیار شدیدی داشتن. دوم اینکه ما میتونیم مولکول های مخصوص هر نوع سرطانی رو توی این واکسن ها کارگزاری بکنیم و بدنمون رو علیه اون تقویت بکنیم. یعنی این واکسن ها میتونه بسیار پیشرفته تر بشه و برای درمان هر سرطانی در آینده به کار برده بشه و اینجاست که ما میگیم یک انقلاب در درمان سرطان داره رخ میده و ما شاهد اون هستیم. البته ریشه‌کن کردن سرطان با این واکسن به سادگی یک تزریق نیست و به تزریق‌های زیادی احتیاج داره. در حال حاضر آزمایش‌ها به این صورت انجام میشه که فرد مبتلا به سرطان 6 واکسن رو در روز اول دریافت میکنه. هر کدوم از این واکسن‌ها mRNA متفاوتی دارن. بعد از اون واکسن باید هر هفته یک بار تزریق بشه به مدت 6 هفته و بعد از اینکه این دوره گذشت
هر 3 هفته در میون واکسن تزریق میشه به مدت 54 هفته. حدوداً 60 هفته زمان میبره. اما اگر این رو مقایسه کنید با درمانهایی که همین الان داریم مثل رادیوتراپی و شیمی درمانی، دوره درمان اونها هم تقریباً همینقدر طول میکشه، به علاوه اینکه عوارض زیاد و سختی برای فرد دارن. بعضاً درمان سرطان با نقص عضو همراهه و همه اینا رو که بذاریم کنار، خیلی از اوقات سرطان‌ها دوباره برمیگردن. اما در این واکسن‌ها امید وجود داره که سیستم ایمنی که آشنا میشه با اون سلول‌های سرطانی، دیگه اجازه بازگشت سرطان رو به سلول‌های سرطانی نده و این میتونه واقعا خبر خوبی باشه. اگر خوشتون اومد از این ویدیو، با لایک کردن از ویدیو حمایت کنید و بر دوستاتون هم بفرستید. حتما نظرتون رو توی بخش کامنت با من و بقیه به اشتراک بذارید. مرسی.